با عرض سلام و روز بخیر دوستای عزیز، چی حال دارین؟ خدا کنه که همه شما دارای صحت کامل باشین. صحتمندی، سلامتی و کامیابی همه شما آرزوی ماست. به همین آرزومندی که همتون دارای صحت کامل هستین، برنامه امروزی مالگرا آغازگر می‌شویم. در ابتدا مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیونتان نوت کنین. مواد لازمه کباب دیگی جگر: جگر نیم کیلو، بادنجان رومی 4 عدد، پیاز 1 عدد، نوش پیاز میده شده نیم گیلاس، سیر 3 دندانه، لیمو 3 عدد، گشنیز خشک 1 قاشق چایخوری، مصاله دیگ 1 قاشق چایخوری، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، تیزپته 5 برگ، گشنیز تازه میده شده نیم گیلاس، روغن به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت. در ابتدا دیگه بالای منقل میگذارم و یک مقدار روغندش اضافه میکنم. به اندازه 80 میلی لیتر روغندش اضافه میکنم که مساوی با 4 قاشق نان خوری میشه. یک عدد پیاز است، ایره ریزه میکنم. پیاز رو نازک نازک برش میکنیم. کوشش کنین که پیاز نازک تر ریزه کنین که زودتر سرخ شوه و حل شوه. پیاز ریزه شد دیره با روی روغن اضافه کنیم. میره چند دقیقه میمونم تا یک رنگه که طلایی را بخواد بگیره. چهار عدد بانجور میست میره ریزه میکنم. میرم تقریبا نازک نازک ریزه میکنم. بانجوری میرم ریزه کردم. یک ظرف دیگه اضافه میکنم. پنج عدد نوش پیاز است کیرم ریزه میکنم. نوش پیاز بسیار باریک نمی سازم. نوش پیازم ریزه شد. گشنیز تازه سیرم ریزه می کنم. ببینید تا که پیاز گلابی میشه بسیار کارهای دیگه است که باید انجام بدیم. گشنیزم ریزه شد. دوباره به این ظرف اضافه میکنم.
4 عدد تیزپته که به خاطر از اینکه طعمش خوبش میشه و خوشبی میسازیش و امرای پیاز اضافه میکنم که یوم کدوم کار مشکل نیست، دوازده را به بسیار سادگی و آسانی پیدا میشه. طعم غذا را بسیار خوبش میسازه و بسیار خوشبی میسازیش. پیاز چند دقیقه که دکم میمانم گلابی شود. سه دندان سیرم از ترش میکشم بالای پیاز. با مو اندازه که میخواستیم پیاز رنگ طلایی را به خود بگیره با مالت است. نمیمانیمش که زیاد رنگ زی تیز شد. بانجوری میره که ریزه کردیم بالاش اضافه میکنم. مساله جات اضافه میکنم. یک قاشق زردچوبه من دوزم. قاشق خورد است، البته قاشق کلان نیست. و یک قاشق مرچ سیاه. یک قاشق مسالگی که شامل میخک و دلچینی و زیره مرچ سیاهی نامی باشه و یک قاشق هم گشنیز خشک. یک قاشق هم نمک. سر دیگه چند دقیقه بسته میکنم که تا بانجورمی و پیاز به یک اندازه یک ارارت بخوره و نرم شد. این را قبلا شستیم جگره، این را ریزه میکنم. کوشش کنین که در ابتدای اول جگر خوب بشوین، باز خشکش کنین، توتا کنین. در غیر زو اگر بعدا نیره توتا میکنین میشوین دیگه چندین بارم بشوین، باز یک قسم خون میتا. کوشش کنین در ابتدای اول نیره بشوین و خشکش کنین، بعدا ریزه کنینش. نیرم با مو شکل خرد خرد چارکن چارکن جیره ریزه میکن. و کسایی که کم خون هستند میتونن که هست جگر گوسفند یا گوساله استفاده کنن. پاک بشوینش، خشکش کنین، امرای کمک نمک و سیر برای چند دقیقه اخته کده بانینش. فقط در روی آتش بسیار کم حرارت بدین. با او شکل نه که مکمل ای خشک شود. فقط با ما یک اندازه کمی را حرارت دادین، بعد از میتونین نوش جان کنین و کسایی که کمبود خون داشته باشه با خوردن جگر انشالله هم کمبود خونشون پوره میشه. پیاز و بانجوری میرم مکمل اتر حل نمیسازیم که به شکل لحاب شود. یک اندازه که پیاز و بانجوری میش باید معلوم شود که قدر زیادی را حل نمیسازیم. جگر را که ریزه کردیم بالایش اضافه میکنم. به همین حالت چند دقیق میمونم. سه عدد لیموست که لیمو را توتا میکنم و حابشه بالای جگر اضافه میکنم. لیمو را توتا میکنم.
اگر ریموی کلون هاودار باشه یک دونه کفایت میکنه. اگر نیک خرد بود میتونین دو سه دونه را استفاده کنید. با اضافه کردن آب لیمو ذائقهش فوق العاده خوبش میشه. نوش پیاز را که قبلا ریزه کرده بودم ایرم اضافه میکنم. یک مقدار آب دیش اضافه میکنم. یک چیز دیگر یادآور شما بر شما وقتی که جگر پخته میکنین کوشش کنین که آب دیش زیاد اضافه نکنین، بسیار زیاد ایره بالای حرارت نگذارین. با اندازه که هر چه قهیر آب بندازی نور حرارت بتین این خود سخت می‌سازه، بسیار وقت کم کار داره. هر چه زودتر ایره به حساب آب کم پرتین زودتر ایره حرارت بتین زودتر پخته میشه. از او زیادتر باز پخته کنین اما ذائقه‌ش هم خراب میشه، خود سخت می‌سازه. فقط بندازی نیم گلاسک آب مدهش اضافه کردین، یعنی ایره بسیار کم حرارت بتین، حرارت زیاد ضرورت نداره. سر از ایره بسته میکنم تا همون تقریبا نیم گلاس آب که دیش انداختیم خوش شود. جگر بالای من قد مانده بودیم، آبش خوش شده و سر روغن آمده. حرارت من قد خاموش میکنم و بشقابم هست یک دونگ بانجورمی و یک دونگ لیمو و چند برگکم هست پوست بادرنگ. یک دزینه کردیم جگر میکشم. با یک رنگ بسیار خوبش و یک طعمی بسیار خوبی آماده شد. خب ایره بشقابه صرف برای یک نفر آماده کردیم. دوستای عزیز این بود قرمه جگر که برای شما آماده کردم. دوستای عزیزی بود قرمه جگر که برای شما آماده کردیم. خدا کنم مورد پسند شما قرار بگیره.